سلام میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز وبسایت استی نگارخانه دات آی آر. من پیمان سرزاده هستم و خوشحالم که باز هم با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز بنا به خواسته شما عزیزان باز هم یک آموزش انیمیشن کوتاه رو اینجا داریم و با هم دیگه کار میکنیم. یه چند تا تکنیک حالا خیلی کوچولو داره این آموزش، حالا ساخت خود این صندوق ها رو با هم کار میکنیم. چند تا تکنیک توی این قسمت داره، تکنیک خیلی ریزی هست و بحث حالا اینجا توی این قسمت حالا چی میان بهش اشعه، این نورهایی که حالا درخشندگی این طلا و این داستانا رو داره، این رو با هم دیگه کار میکنیم. بخش بعد انفجار نوشتمون رو داریم، حالا اون تیکه تیکه شدن رو با هم دیگه کار میکنیم و در آخر هم انیمیت این نوشته رو با هم دیگه کار میکنیم. خب قبل از هر چیز بریم سراغ خود تصویر سازی کار، اینکه چطور این صندوق ها رو بسازیم. خب من بذارید یک فولدر ایجاد کنم و کامپوزیشن های قبلی رو، من فایل قبلی رو اینجا ذخیره کنم و اینجا هم یک کامپوزیشن ایجاد کنیم برای کار خودمون. خب سایز HD با فریم ریت 25، اسمش هم میذاریم تست، تایمش خیلی زیاده 26 نمیخوایم، حالا همون 16 هم بد نیست. خب یه دونه از کامپوزیشن ها رو من وارد میکنم، کامپوزیشن های صندوق رو که اینجا تصویرش رو داشته باشیم و من بسازم و شما ببینید دوستان. خب ابزار پنتور رو من انتخاب میکنم و میریم سراغ ساخت این جعبه. خب از قسمت پایین شروع میکنم و با استفاده از چپ کلیک یک سری نقاط رو ایجاد میکنم و این رو میبندم. خب فیل رو از این قسمت براش فعال میکنم، استروک رو میتونم بدم میتونم هم ندم، ولی حالا میدیم که بذاریم یه مقدار کاری که خودمون قرار با هم انجام بدیم یه مقداری جزئیاتش بیشتر بشه، استروکش کنیم بیشتر میکنم تا رنگش رو ببینیم و براش این رنگ رو انتخاب میکنم ببینیم به چه شکله. خب بدک نیست. خب حالا میمونه این قسمت دیگه، این قسمت میمونه، این رو به چه روشی ایجاد کنیم؟ بذاریم هم روش آسان‌تر رو، من یه روش همین الان اومد تو ذهنم ولی شاید یه مقدار برای شما سخت باشه، ولی به نظر خودم بهتر بود. حالا اشکال نداره، شاید توی یک آموزش دیگه اون رو با هم دیگه کار کنیم. یه دونه شیپ ایجاد میکنم و این رنگ رو انتخاب میکنم. حالا بعد اینو بهش مت کنم، آلفا مت رو ایجاد کنم. خب یه دونه ازش کپی میگیرم، اینو میارم بالا این شیپ هم رو و بهش مت میکنم که دقیقا فقط توی اون حوزه ما داشته باشیمش. خب بهتره که برای لایه هامونم اسم بذاریم، اسم این قسمت رو حالا بذاریم پایین، نمیدونم پایین جعبه، پایین باکس، نمیدونم پایین باکس سایه، پایین باکس آلفا. خب حالا این نقاط رو چطوری ایجاد کنیم؟ اینها هم این نقاط رو مثلا به دو روش میتونیم ایجاد کنیم، یعنی تکنیک که اینجا ما استفاده میتونیم بکنیم.
اینه که بیایم یه دونه رو بسازیم و بقیه رو از ریپیتر استفاده کنیم. به چه شکل؟ حالا چون اینجا کاری که من اومدم کردم، سه تا اومدم ساختم، چون هر سه تا سایزاشون متفاوت است، ولی نیاز نباشه اینقدر ما هم سر خودمون در بیاریم. میایم چیکار میکنیم؟ یه دونه رو ایجاد میکنیم، شیفت رو که من بگیرم، میبینید دایرمون اوکی. اگر شیفت رو ول کنم، بیزی هم میتونم داشته باشم، پس شیفت رو میگیرم چون میخوام دقیقا دایره باشه. خب رنگش هم میایم که از همینجا میگیریم، استروک هم که نمیخوایم، غیر فعال برامون. خب یه نر من ایجاد کردم، ولی امروز سایزش، حالا اسکیلش رو زنی کمتر کنیم چون خیلی بزرگه، 50 میکنم اسکیل. و حالا چیزی که هست اینجا اسکیل برای من، مال چیزی که شما میسازیم متفاوته. بعد دوستان میان دقیقا همون اعدادی که من وارد میکنم دقیقا باز همونجام وارد میکنن. اینم یکی از مشکلات هست، دقیقا نمیخواد شما اون چیزی که اعداد خلق، چون مقیاس هست، شما دقیقا نمیتونید این ابعاد رو که من ایجاد کردم ایجاد کنید. برای همین فقط از لحاظ چشمی اگه درست باشه دیگه مشکل نیست. حالا شاید اسکیل برای شما 1000 فرزن بزنید خوب در بیاد، مشکل نه، با همون 1000 هم اوکیه. خب ریپیتر رو براش اد میکنم و سه تا کپی اوکی، و ترانسفورمش رو باز میکنم، یه مدار پوزیشنش رو بیشتر میکنم. خیلی راحت به جای اینکه بیام سه تا شیپ ایجاد کنم، خیلی راحت یه شیپ ایجاد میکنم و یه ریپیتر. باز میتونم یه مقدارم، حالا تکنیک کار همینجاست، از قسمت اد ویگل ترانسفورم یا ویگل ترانسفورم، بذارین ببینیم کجا رفت ویگل ترانسفورم ما، آها اینجاست. توی اسکیل اینو من میارم پایین ریپیتر که به این شکل باشه، رندوم بشه. چرا احساس میکنم نمیشه؟ نه نمیشه. میخواستم اینو رندوم کنم که اوکی باشه داستان. خب نه، رندوم نمیشه متاسفانه. این اگه بیاد بعد از ریپیتر، بعد رندوم میشه که بله. الان نه، هنوز رندوم نیست. خب نمیدونم چرا رندوم نشد. نمیفهمین دقیقا ما چی میخوایم. خب بیخیال دیگه، این ما زیاد سر به سرش نمیذاریم، تا همین حد اوکیه. خب اینم میذاریم نقطه پایین باکس، یا باکس پایین، پایین باکس نقطه، حالا هرچی. خب این قسمت پایین، و برای قسمت بعد، حالا این قسمت جعبه رو داریم چون سرش رو جدا باید کار کنیم، قرار جدا بشه. خب یه نه شیپ این حدودن، شیفت رو اگر دوستان، اگر شیفت رو بگیرین چپ کلیک رو بزنید، میبینید خط صاف بدون، ولی اگر شیفت رو نگیرین دقیقا همون جایی که اشارهگر موس هست یا اون پنما هست، برای ما نقطه رو ایجاد میکنه. خب اینو باید بیاریم پایین باکس قرار بدیم و رنگش رو هم از این قسمت اد کنیم. باز برای این خطوط خیلی راحت یه دونه از این بدن باکس یه دونه داپلیکیت میگیرم،
دوباره پن رو انتخاب میکنم و یه دونه لاین ایجاد میکنم، فیلو براش خیلی فعال میکنم، استروکو براش فعال میکنم، رنگمونم، رنگ استروکمونم از این قسمت انتخاب میکنم. حالا باز با به همون شکل یه ریپیتر براش اد میکنم، ولی این دفعه میرم سراغ ویگل پف. ویگل پف ولی تست شده اوکیه، هیچ مشکلی نداره. میبینید الان رندوم به ما داده، خیلی همه چیز اوکی. سایزمونم اگه تغییر بدیم میبینید خطوط شکستگی داره و اینم صفر میکنیم که دیگه توی زمانمون هم تغییری نداشته باشه. خب حالا میریم سراغ ریپیتر اون، یه مقدار کپیاشو بیشتر میکنیم، 4 تا 5 تا اوکیه. میاریم یه مقدار چپ، یه مقدارم بالاتر و حالا دیگه باید بریم سراغ اسمش خط بدنه ادش کنیم. خب بعد بریم پایین و نسبت به این آلفاش کنیم. خب اینم از این قسمت، حالا میمونه خود سر جعبه، ولی کاش که این حالا اینا هم یه مقدار ما وارد این چیزا رو بهش بدیم، استروکر رو بهش بدیم، اینجا خشک و خالی زیاد جالب نیست. استروک بهش میدم، حالا استروکش هم یه مقدار زیاده، کمترش کنیم، الان بهتر شد. خب حالا میریم سراغ سر جعبم. این تا اینجا یه کار و حالا سر جعبه رو باز یه تکنیک دیگه که نه همونه، هنوز اینم یه قسمت سر جعبه، فیلو براش اوکی میکنم، رنگشو انتخاب و دیگه چه کاری میتونم انجام بدم؟ رنگ استروکش رو تغییر بدم و اینکه خب اینم بذاریم سر، اینم قسمت گاردش فرزن و حالا قسمت کلید و این داستانش هم مونده. اول اون فرم سایه‌شو من
اینکه برای لایه هاتون دوستان اسم بذارین واقعا خوب، حالا هر کی یک فرم اسم گذاری داره، ولی باز اگه سعی کنید یه استانداردی یا برای خودتون داشته باشین یا اگه میبینید میتونید حالا یه فرم چجوری میگن، حالا یه جوری باشه که بقیه هم حالا فایل رو اگه قرار به اشتراک بذارین یا اینکه فایل پروژه برای مشتری هست، اسما رو سعی کنید یه جوری خیلی ساده انتخاب کنید که دقیقا بفهمن این حالا لایه، این حالا هر چیز دیگه، این قرار اینجا چی کار کنه، علت وجودیش اصلا چیه. اینو اگه سعی کنید رعایت کنید توی کار حرفه‌ای برای خودتون هم خیلی خوبه، چون یه موقع هست یک لحظه با نگاه کردن به اسم متوجه میشین که کاربرد این لایه دقیقا توی این صحنه چیه. خب حالا قسمت بالای در جعبه رو داریم، این رو هم من ایجاد میکنم که دیگه بریم سراغ انیمیت کار. خب اینو میارم پایین زیر گارد، رنگش هم انتخاب میکنم، باز نیازی نیست دیگه سر جعبه، باز همون خطا رو یه بار دیگه کپی میکنم، نیاز نیست اونا رو دوباره من ایجاد کنم، یه دیگه کپی میگیرم و از همون استفاده میکنم. خب اینو میارم بالا، کجاست؟ چرا پیدا نمیشه شما؟ آها اینم که روشن، خاموشش میکنم که معلوم بشه. خب اینم از جعبه ما. حالا اینجا کاری که باید بکنم این کامپوزیشن رو پاک کنم، همه رو انتخاب میکنم، یه مقداری میارمشون وسط. چند تا نول باید ایجاد کنم دوستان؟ حالا توی این کاری چرا من بستمش اینجا بهتون نشون بدم، سه تا نول دارم. حالا من اینجا از یه دونه توی این انیمیشن از یه دونه از نولا استفاده کردم، خواستم اول کار این جعبه ها، این باکس ها از بالا بیفته پایین، به خاطر همین حالا انیمیت های دیگه قصد داشتم بهش بدم، برای همین اومدم سه تا نول برش ایجاد کردم، ولی توی عمل انیمیشن که حالا در ابتدای کار میبینید، در ابتدای فیلم آموزشی میبینین، من از فقط نول سر استفاده کردم، یعنی فقط سر جعبه انیمیت شد، ولی حالا قرار بود هم حالا خود جعبه میبینید یه یعنی نول کنترل کامله، یعنی کل حالا این با اون قاطی کرد، یه دونه کل جعبه رو کامل انیمیت میکنه، یه دونه سر جعبه، یه دونه مختص پایین جعبه است. خب پس ما اینجا سه تا نول ایجاد میکنیم دوستان، سه تا نول آبجکت داریم، یک دو و سه. خب این میشه پایین، این میشه بالا و این میشه کل. خب قسمت بالا رو کل رو که دیگه بذارید دوستان، حالا جعبه رو شما فرض کنید بخواید تکون بدید، معمولا از این قسمت پایین جعبه کنترل میشه، حالا تکون خوردن ها بیشتر از این قسمت معمولا هست، باز برای اینکه بخوایم خیلی ریز بشیم تو انیمیت
برای قسمت پایینش ما میتونیم دو تا نول ایجاد کنیم، یه دونه نول برای این قسمت و یه دونه نول برای این قسمت. پس پایینش رو من دو تا نول ایجاد میکنم، یه دونه رو میذارم نول آر، یه دونه میذارم نول پایین لفت یا همون چپ. خب یه دونه کل، یه دونه هم بالا. برای سرش که دیگه زیاد چیز خاصی نداره، همین قسمت رو من در نظر میگیرم. برای پایین سمت راست، چون دوستان این انکر پوینت نول رو ببینید، دقیقا میام این قسمت میذارم برای، و این پایین سمت چپ رو هم اگر که بیاد حرکت کنه این قسمت، و برای کلش هم میتونیم این وسط در نظر بگیریم، چیزی به اینا به. خب حالا طریقه پرنت چطوره؟ بالا، پایین آر و پایین چپ، اینا همه رو به کل من پرنت میکنم. حالا لایه رو تک به تک، قسمت بالا رو انتخاب میکنم از این قسمت، دیگه حالا اسما هم که گذاشتم مشخصه دیگه هر کدوم برای کجاست. خب اینا میرم برای بالا. حالا بالا رو من تکون بدم، این سر باکس ما برای انیمیت آماده است. حالا میریم سراغ قسمت پایین. خب حالا اینجا برای پایین هم ما میتونیم دوتا کار کنیم، میتونیم بدیم به پایین آر یا به پایین سمت چپ یا همون لفت، و حالا اون یکی رو هم به یکی دیگه پرنت کنیم. خب پس کاری که باید بکنم، من الان همه رو دادم به پایین ال، حالا پایین ال رو من پرنت میکنم به پایین آر. پس اگر اینو انیمیت کنم اوکیه، و اگر اینو انیمیت کنم اینم اوکی. پس هم با این و هم با این میتونم پایین جواب انیمیت کنم. فقط نکته ای که داره، زمان که بخوام جا به جایی رو براش انجام بدم، بعد با استفاده از پایین آر این رو انجام بدم. حالا این چیزی هست تو این سیستم پرنت کردن، حالا چند بار که این کار رو انجام بدین، کم کم توی اون ناخودآگاه ذهنتون تشکیل میشه که دقیقا چه اتفاقی افتاد. خب یه مقدار حالا ارتفاع رو براش بیشتر میکنیم، و عرضش هم که دیگه زیاد این ور اون ور قرار نیست بره. خب کل رو انتخاب میکنم، حالا میارم پایین. خب یه باز شدن در داریم، اینو چطور انجام بدیم؟ اینو با استفاده از این قسمت، کنترلر بالا. خب چیزایی که انیمیت میشن پوزیشن و روتیشن هست، با استفاده از کلیدهای پی و آر هر کدوم انتخاب میکنم و یک کیفریم برای هر کدوم میزنم. یو رو میزنم تا این دوتا ترانسفورم که براشون کیفریم ایجاد کردم و ببینم. خب در ابتدای کار، قبل از اینکه جعبه بخواد باز بشه، یه تکون خیلی کوچولو داره سر جعبه، به صورت روتیشن هست، یه مقدار به راست، یه مقدار به چپ. و کم کم میاد بالا. توی این فاصله هم که میاد بالا، یه روتیشن خیلی ریزی بهش میدیم، چون قبلی مثبت 2 بوده، اینو اگر منفی در نظر بگیریم خیلی بهتر میشه توی فضای کار. خب همه رو ایز ایز میکنم، راست کلید روی یکی از کیفریم ها، کیفریم اسیستنت، و
و ایزی ایز. اسپیس رو میزم تا ببینم چه اتفاق افتاد. خب یه مقدار فاصله کی فریم ها نسبت به هم خیلی کمه. اینها رو من قبلش ببینم سرعت بالا اومدنش هم خیلی خوب نیست. خب یکی از دوستان در مورد گراف ادیتور هم از من سوال کرده. خب اینجا هم ما استفاده از گراف ادیتور داریم. ببین دوستان، ابتدای الان چون ایزیز کردیم کی فریم ها رو، ما یه مقدار توی سرعتش تغییرات ایجاد شده، یعنی الان اینجا سرعتش کم میشه، یه مقدار زیاد میشه و دوباره کم میشه. اینو چطور میتونیم ببینیم؟ این دوتا کی فریم من انتخاب میکنم، از این قسمت محیط گراف ادیتور رو فعال میکنم. میبینید این گراف سرعتش هست، میاد سرعتش اینجا میرسه به بیشترین مقدار و دوباره کم کم اینجا الان شما میبینید مقدار پیکسل بر ثانیه این سرعت ماست دیگه، اینجا میرسه دقیقا صفر. برای اینکه حالا تغییرات انجام بدیم توی این سرعت، من این قسمت رو میگیرم و با استفاده از این هندل اینو که بکشم سمت راست، میبینید اون قله میره بالاتر، مقدار سرعت اون توی اون لحظه به خصوص اینجا الان بیشترین شده. اینجا هم باز این رو اگه تغییر بدم، حالا مقدارش قبلی رو ما یادم نیست ولی قطعا الان مقدارش بیشتر شده. یه مقدار اگر شما گراف ادیتور رو بتونید باش کار کنید و تغییرات توش انجام بدین، برای انیمیت ها معمولا خیلی جذاب تر میشه کارتون. خب اینجا هم اگه یه مقدار همین کار رو بکنیم، خب الان تا حدودی بهتر شد. خب این هم میشه قسمت بالا اومدن جعبه. حالا اون گنج رو چطور ایجاد کنیم؟ فقط قبل از هر چیز این نکته رو دوستان بهتون میگم، حالا قبلش بعد میگفتم که یادم رفت، کاری که اینجا من کردم زمانی که اومدم دیگه تصویر سازیش رو انجام دادم، حالا میبینید اینجا هر کدوم از یک بار که تاثیر سازی رو انجام دادم، کنترلرها رو هم ایجاد کردم و بعدش اومدم کپی گرفتم از همون کامپوزیشنم، کپی گرفتم چطور کنترل دی کنترل دی، سه تا کپی دارم، دو تا کپی گرفتم که با اون اولی خودش شد سه تا. بعدش اومدم انیمیت رو انجام دادم، چون میبینه انیمیت هر کدوم توی یک زمان متفاوت هست و چیزی هم که توش داخلش به نمایش میاد متفاوته. پس این نکته ای بود که باید میگفتم یه مقدار، حالا هنوزم دیر نشده، هم میتونید همین الان کپی بگیرید مثل این کپی های من گرفتم و حالا اون چیز و اون کی فریم هایی که دادین رو پاک کنید، زیاد اتفاق خاصی نیفتاده. خب برای قسمت اول حالا اون ترکیدن نوشته رو داریم، نوشته رو من ایجاد کنم، اینجا رنگش هم مشکیه و ما هیچی نمیبینیم. فونت لاله‌زار
من رو فعال میکنم تا فقط این لایه رو ببینم. دو تا افکت اینجا باش کار داریم، اگر که این افکت امپیرس پنل افکت امپیرست ما زیاد ما رو اذیت نکنه، سی سی لنز و پیکسل پولی رو داریم برای منفجر شدنشون، سی سی لنز رو برای اون حالت حالا باد شدن برای اون استفاده میکنیم. حالا سی سی لنز از این قسمت اگر تایپ کنید بهش میرسیم. فقط قبلش یا نه نیاز نیست بذارین اینو میاریم این وسط. حالا چون من خواستم بگم که شما بیاین خود انکر کلن نسبت به خود کامپوزیشن بیارین وسط، لایه نوشته که این مشکل پیش نیاد و دست این کار انجام ندید، ولی بیخیال یاد بگیرین که به این شکل هر جا بذارین به این صورت این اتفاق رو داره. خب اینو هم میاریم منفیش میکنیم، منفی 200. میبینید به این شکل میتونیم اون حالت باد شدن رو بهش بدیم. خب پس اول مقدار اول 0 هست، یورو میزنم ببینم کیفر مام کجا نور بچشه. مقدار دوم 10، مقدار بعد 5، مقدار بعد 15، مقدار بعد 12 یا 10، مقدار بعد 25، مقدار بعد 15، مقدار بعد 45. دیگه خیلی زیاد شد. همه را ایزی ایز میکنیم. آلتو میگیرم، یه از کیفریم ها رو انتخاب میکنم و به سمت راست میکشم تا فاصله زمانشون به صورت متناسب بیشتر بشه. خب اینم از این. حالا یه نوع دوپلیکیت از این کیف از این لایه تکس هم میگیرم و سی سی لنز رو براش پاک میکنم. خب این یه دونه رو فعلا خاموش میکنم و این رو هم براکت باز و کلید براکت باز روی کیبورد میزنم و یه مقدار میارم جلوتر. از اینجا هم آلت و براکت بسته. پس برای قبلی خود براکت باز رو زدم که کامل نوشتم توی زمان توی تایملاین حرکت کنه و بیاد اینجا و پیکسل پولی هم که اینجاست از این قسمت فعالش میکنم ببینیم. خب میبینید برای چی حالا من این براکت بسته رو انجام دادم؟ ببینید دوستان، اگر که میومدم اون حرکت آلت براکت باز رو میزدم که از اینجا برش بخوره، حالا میام اینو بهش میدم، میبینید که اصلا کلن میره. چرا؟ چون این افکت سی سی پولی کاری به تایم شما نداره، به صورت دیفالت کاری به تایم شما نداره، میاد دقیقا از اینجا میگه من از اینجا منفجر میشم. حالا اینجا کجاست نوشته ما نیست، نوشته ما اینجاست. حالا از اینجا باز برای ما چیز نماشه، ما قبلا برشش دادیم. من باید بیام اینو بکشم و باز کنم. میبینید الان اینو ما میبینیم. دو تا راه داره برای اینکه این مشکل نداشته باشیم. یکی این که مثل بچه آدم کلن آلت براکت باز رو نزنیم، همون براکت باز و خالی رو بزنیم که کلن از صفر شروع کنه. یکی دیگه این که کلن اینجا خودش استارت تایم داره، یعنی میتونیم ما تعیین کنیم از چه تایمی منفجر بشه. اینم نکته بود که خواستم خدمت شما عزیزان بگم که یه موقع فراموش نکنید. خب این مقدار نیرویی که قرار بهش وارد شه رو کمتر میکنم، فاصله این تیک خورده ها رو هم بیشتر میکنم، این رو هم
نیپینگش رو تغییر میدم، ببین، میخوام یه جوری باشه که دیگه آینو خاموش کردم. خب اینم روشن میکنم که ببینم چه جوری میشه. خب بذارید ببینیم چه اتفاق میفته. این دوتا رو میارم پایین پایین پایین، چون مثلا میخوام داخل صندوقم بیفته. خب این یه مقدارش هم بیرون میریزه. دوتا کار میتونم بکنم. بذار کلا نوشته رو زیاد کردم، خیلی بزرگ هست. میتونم تنظیمات هم تغییر بدم که این پخش شدگیش تا حدودی کمتر بشه. من نیروش رو میتونم کمتر کنم. حالا از اون طرف هم میرزه بیرون، هم برای اینکه فرم شکستگیمون بهتر در بیاد. قبلش هم این لنز رو من کامل اوکی کنم که دیگه اینجا مشکل نباشه. خب هم فرم شکستگیمون خوب در بیاد، هم دیگه از این لحظه به بعد از این جبه اون سوراخه اینجا دیگه دیده نشه. رافن اج رو فرا میخونیم و میدیم به این نوشته خوبمون. اینجا که میشکنه، خب از این لحظه به بعد مقدارش زیاد بشه. و کلن میایم تا اینجا هم کاتش میکنیم. این بهتر راه حل. همین داد خورده شیشه هامون نرم شد، پس این هم من بیخیالش میشم، کی فریم نمیدم بهش. بذارید مقدار 5 خوبه. سیمپل چوکرم ببینیم مقدار 3 اینجوری بهتر. خب اینم از این فرم شکستگیه. فقط قبلش باید بیایم این دوتا دوستمون رو، نوشتای خوبمون رو ببریم جلوتر. اینجاست که این اتفاق میفته. این اینجا بیاد و کم کم خودشون نشون بده. خب اوکی، این از این قسمت. بعد چه اتفاقی رو داریم؟ حالا یه دونم که این یکی گنجمونه. خب برای آخری من سعی میکنم یه فرم متفاوت داشته باشم. باز شدن در رو دیگه کلن یه بار کار کردیم و حالا میونه این گنجه. خب اینم از گنج قارونمون. لایه رو میارم پایین 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 و یک رنگ زرد خوشگلم بهش میدیم. خب اینم یه جوری شد که با هم کاته میتونیم اوکیش کنیم. آلتو براکت باز از اینجا نیست و این لحظه به وجود میاد، یعنی قابل نمایش هست. فقط یادم نمیاد توی اون کار خودم چیکار کردم. آره اونم یه جوری اندازه شو در نظر گرفتم که کلا تو حالت بستم دیده نمیشه.
باز میتونستیم حالا کاری که برای این اشعه های نوریش انجام دادم، میتونستیم همون کار رو انجام بدیم که الان من براتون ایجاد میکنم. خب اینجا ما یک فرمی داریم به این شکل، خب این هم میاد، نه این دیگه نمیاد، این هم اونجا میمونه. انکر پوینتش رو جا به جا میکنیم، فقط انکر پوینتش رو میارم این پایین پایین، اسکیل بهش میدم، اینم بیاد پایین یا نه 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 نیاد پایین. فقط کاری که باید برش انجام بدیم برای که خوب در بیاد، فیت این سر جعبمون بگیریم که مشکل نشه، گنج قارونمون هم پایینش مشکل ریزی داره. الان اوکیه، خب اینم که اوکی شد، خب اینم که آوردیم پایین. بعد بیم دقیقا ستش کنیم اینجا. چطور ست کردم؟ خب انکر پوینت رو که از اینجا میتونم بگیرم و انتخاب کنم، کنترل رو که بگیرم شروع میکنه قفل کردن، میارم این نزدیک و خودش قفل میکنه دقیقا و رهاش میکنم. اسکیل، میریم سراغ اسکیل و اینجا اوکی، اسکیلش 100 شده، ولی اینجا باید بیاد و 0 بشه. خب این قفل رو من بر میدارم و توی محور ایگرگ اسکیلش رو 0 میکنم. اپاسیتیش رو کم میکنم، این لحظه باز شدنش مثلا این یورو بزنیم، اسکیلش از اینجا مثلا بیاد زیاد بشه، چون اینجا هنوز خبری نیست، ما ببینیم اشعه غیر طبیعیه. خب کار بعد، بعد بریم سراغ بلر کردنش، یه مقداری هم بلر آتیش میکنیم که خوب بشه و مشکل خاصی نداشته باشه. حدود 30 مناسبه و اپاسیتیش هم باز کمتر میکنیم روی حدود 30 خوبه. برای اینکه یه انیمیت خیلی ریزی هم داشته باشه میریم سراغ ویگل پف، ویگل پف رو براش انتخاب میکنم. سایزش که هیچ، دیتیلش رو یه مقدار بیشتر میکنیم یا بذارین کلن من این انتخاب کنم، اپاسیتیش رو هم بیشتر کنم، یو رو هم بذاریم ببینیم کجاست، یه بی یه ان، بریم سراغ ویگل پفمون ببینیم چیا داریم. زیاد حدود همون 10 اگر باشه بهتره. میدونیم سایزش رو بیشتر کنیم، اگه که دوستان اشعه این چی میگن برق طلاها یه فرم ناجوری داشته باشه به اون شکل میتونیم کار کنیم. سرعتش، این نرمیش، اینا رو هم میتونید از این قسمت انتخاب کنید. خب این هم از این، اپاسیتیش هم میذاریم همون 20. و ببینیم دیگه چی بود، دیگه چیز خاصی اینجا نداره. اون این قسمت ها اینا رو هم که دیگه با همون پن یه دوتا لوزی ایجاد کنید دیگه اوکیه، چیز خاصی نداره. فرم بعدی هم که دیگه هیچی، یعنی کامپوزیشن میسازیم، کامپوزیشن HD با فریم ریت 25، این هم بذاریم فاینال.
فینالی یک عدد سالید برای بکگراندمون، یک کوه خسته هم این پشت داشت، این رو هم من ایجاد میکنم. خب میریم سراغ لیر و کجاست این لیر استایل گرادینت و دوتا رنگ میدیم به این گرادینتمون. خب این مشکی رو من باز همین رنگ انتخاب میکنم، یه مقدار خودش تیره شد دیگه، کار خدا بود. خب یه مقدار اینو تیره تر میگیریم و اون پایینش هم که دیگه محو میشه. خب حالا اون دوتا کامپوزیشن ستار، بذاریم ستار رو وارد کنیم. ستا کامپوزیشن هم که ایجاد کردیم، اسکیلاشون هم بذاریم رو 50، شماره 1 و شماره 2 هم که اینجاست، شماره 3 هم میاد این قسمت. ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. تلعلق ها رو خیلی ریز داریم. خب قسمت بعد چیز خاصی دیگه نمیمونه، فقط خواستم جعبه را هم یه انیمیتی انجام بدیم با اون قسمت، با این کنترلرهایی که ساختیم دیگه خیلی تایم آموزش زیاد میشه. خواستم از بالا بندازیمش پایین و یه چند تا قل بخوره، ولی دیگه تایم آموزش خیلی زیاد میشه. برای سایش هم که دیگه از این قسمت الیپس تول، یک عدد الیپس ایجاد میکنید با فیل، یک رنگ بکگراند رو میگیرین، یه مقدار اینجا میارین پایین تر و برای هر کدوم میذارین پایین خودش. این هم میشه اون سایه تور، یه سایه خیلی ریزی بهش میدیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این آموزشم خوشتون اومده باشه، بتونید توی کارتون استفاده کنید. موندم این رو هم بگم یا نه، بذارید اینم بگم دیگه، کارو آن کرد آن که تمام کرد. خب حالا اینو چطور انیمیت کردم؟ تنها چیزی که داره پوزیشن و روتیشن هست. پوزیشن و روتیشن رو شما اینجا میبینید. حالا من میارم همینجا میکارمش، اینا رو هم پاک میکنم، روتیشن هاشم پاک میکنم. ای وای کلن لایه همون پاک شد. لایه همون چرا پاک میشه؟ یو اینا ازم اینا رو من میخوام پاک کنم. آها الان فهمید. خب ساختش که ساختش هم یه تکنیک خیلی ریز داره. پنتولو که انتخاب کردین، خب کار با پنتولو که دیگه باید کلن برید سراغ خود پن فوتوشاپ. به نظرم پن فوتوشاپ خیلی نزدیکه به پن افتر افکت تا پن ایلستریتور. خب این حالا یه مقداری با ارفاق تقریبا اینه، استروکم براش فعال باید بشه، یک رنگ بکگراند رنگ خودش رو میگیره، میارم پایین تر این رو تیره تر بشه، مقدارش هم حدود همین 3، اینا که نه 2،
کنم که دو خوبه دیگه، دو خوبه، آره دو اوکی. این سیستم رو چطور ایجاد کردیم، این رفلکشن رو چطور داریم؟ باز روی خود همین شیپ کلیک میکنم، یک عدد شیپ دیگه من ایجاد میکنم اینجا و رنگ اینو تغییر میدم. دقیقا نکتهش همین بود. حالا چطور شیپ ها رو از هم مجزا ما میتونیم رنگاش تغییر کنیم؟ اینجا یه شیپ دو داریم که این دوستمونه، اینجا یه شیپ یک. یعنی من بخوام تغییرات روی این یکی انجام بدم، از این قسمت روی این انتخاب میکنم رنگش، رنگ داخلش، فیلدش و استروکش رو از اینجا میتونم داشته باشم و این یکی هم از اینجا. نکته خیلی ریزی که داشته بود همین بود، این اشارهگر ماوس ما و حالا دیگه ما که این هم رفتیم دیگه انیمیتش هم انجام بدیم دیگه، سر خودمونو در نیار. اینم که خودش. خب چطور انیمیتش میکنیم؟ پوزیشن شما کلا بیا این طرف از صحنه خارج شو، یک کیفریم بدیم بهش، یک روتیشن هم براش کیفریم بدیم. میاد اول کلا باید بره بالاتر، این موقع باز میشن میان بالا. خب اول میاد اینجا، بعد خیلی سریع و نرم حرکت میکنه، میاد روی این یکی. این کار رو چطور انجام دادم؟ اینو وسط کلا که همه رو ایزی ایز کار کردم، اینو که شما ایزی ایز کردین میاین هم از این طرف نرم میکنین قضیه رو، هم از این طرف. یعنی توی این لحظه میان اینجا سرعتش کم میشه، یه جوری انگار وای میسه، یک لحظه اینجا وای میسه دوباره میخواد حرکت، چون سرعتش کمه شما یه احساس میکنید که دیگه اینجا خیلی تایم، یعنی زمان زیاد اینجا ایستاده، ولی اینطور نیست، یه توهم به شما میده و دیگه کارمون از اینجا باحال میشه. خب برای اینکه اون سرعت رفتن و اومدن و هم باز حسش رو به بیننده بدیم، چون داره میره سمت چپ، پس باید به سمت راست متمایل بشه. اینجا میتونه دوباره بیاد و دوباره به این سمت یه مدار خم بشه، توقف داره، دوباره داره میره اون سمت. خب این هم ما باید ایزی ایز کنیم و از این طرف هم یاد نرمش کنیم. خب باز دیگه به همون شکل بعدم که دیگه بیاد و صفر بشه، یاد رفت و برگشتی براش خودمون باید ایجاد کنیم. نمیدونم حالا خوب شد یا نه، بعدم نشد با اینکه سرعت کار خیلی زیاد بود، ولی نه خوش آمد، خوب شد. برای بالا پایین رفتنش هم خب این کیفریم رو داریم، یا ریکوپی میکنیم ازش و یه بار میره پایین و چون سه بار زدم اینجا یه بار میره پایین، دوباره سه بار میاد بالا که برگرده سر جاش. آها نه، این کلا بعد میرفت قول دوستان بالای بالا. خب اینم دیگه اون فرم انتخاب کردنش هست، به این صورت میتونیم برش کیفریم بدین. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین، بتونین توی کارتون استفاده کنین. من منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستم، از طریق تماس با ما، از طریق ارسال مشکلات، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام، قسمت کامنت های
هر پست آموزشی دوستان فراموش نشه، اگه نظری در مورد همون مطلب دارین، همون پست آموزشی، همون فیلم آموزشی دارین، حتما سعی کنین از طریق وبسایت و پست همون آموزش اطلاع بدید. بازم خوشحال میشم نظرتون کلا در مورد آموزش ها، در مورد وبسایت یا هر چیز دیگه از طریق تماس با ما برای من بفرستین. دوستانی هم که لطف میکنن از طریق پنل ارسال مشکلات مشکلات رو میفرستن، من پیگیر اون دوستانم هستم. چند تا آموزش من آماده کردم از قبل برای بخش مشکلات، اونا رو هم انشالله طی روزهای آینده توی وبسایت منتشر میکنم. هفته آینده اگر که بشه چند تا آموزش خیلی خوب رو سعی میکنم توی وبسایت برای شما دوستان عزیز بذارم.